خب، من امروز میخوام، در واقع قصد دارم یکی از دو بخش مبحث شگفتی های کلام خدا رو براتون توضیح بدم. پس موضوع امروزمون اینه. میدونید که اخیرا در مورد شنیدن صدای خدا و راه های مختلفی که خدا با ما حرف میزنه صحبت کردیم. بذارید چند مورد از... راه های صحبت کردن خدا که تعدادشون خیلی خیلی زیاد هستن و براتون یادآوری کنم قبلا بهتون توضیح دادم که اولین راه صحبت کردن خدا از طریق کلام کلامی که اون در اختیار ما گذاشته و حالا میخوایم بیشتر توضیح بدیم که خدا چطور از طریق کلامش با ما صحبت میکنه و مزمور 119 آیه 105 میگه کلام تو برای پاهای من چراغ و برای راه من نور است میگه کلام تو برای پاهای من چراغ و برای راه من نور است من چندین بار در زندگیم در شب کوهنوردی کردم کوهنوردی کوهنوردی واقعی در اونم در تاریکی یه بار به سریلانکا و قله آدامز رفته بودیم شب و در کوپای موندیم صبح ساعت دو بیدار شدیم و شروع کردیم به بالا رفتن از کوه وقتی به قل رسیدیم زمان طلوع آفتاب بود میتونستیم بالا اومدن خورشید رو ببینیم ابرا پایین تر از ما بودن واقعا تماشایی بود اولاده بود یه بار دیگه که به کوه نوردی رفته بودم در سن نوجوانی بود که با پدرم به شکار رفته بودیم تقریبا حدود ساعت چهار صبح بود که از کوه پای شروع کردیم به بالا رفتن از کوه در تاریکی تا به مکانی برسیم که بتونیم شکار کنیم پس باید آماده می شدیم و منتظر اولین روشنهای روز می موندیم. خلاصه چندین بار این رو تجربه کردم و هر باری که در شب به کوه نوردی میرفتم یه وسیله کاملا حیاتی باید همراه می بردم چرا قوه؟ چون اگه بدون نور اون بخوای توی تاریکی قدم برداری ممکنه به مسیر اشتباهی بری و گم بشی از مسیر خارج بشی یا یا حتی زمین بخوری و صدمه ببینی هر کدوم از این اتفاقا ممکنه بیفته ممکنه آسیب ببینی ممکنه مسیر رو گم کنی و خیلی اتفاقاته دیگه هم ممکنه بیفته وقتی که چرا قوهی همراهتون نداشته باشین این یه امر یه امر طبیعه خب بذارید الان ام امتحانش کنیم ببینیم چی میشه ها چطوره خب تاریک شد و بد دارم از اینجا نور چند تا تلفن رو میبینم چشمم روشن <applause> اشکالی نداره فرض میکنیم دارید از روی تلفناتون کتاب مقدس میخونید ایبی نداره <applause> خب میدونیم که کلام خدا میگه کلام تو برای پاهای من چراغ و برای راه من نور است پس ما در دنیایی هستیم که تاریکه درسته؟ این یه دنیای تاریکه کلام خدا جوابی برای اینکه چطوری باید راه برید نداره یا اینکه چطور باید زندگی کنید و اعتماد شما چی باشه اون خیلی چیزا میگه ولی اینا رو نمیگه بلکه این کلامی است که برای ما حکم نور رو داره میدونیم که عیسی نور جهانه ولی اون میگه ما نور جهانیم پس ما هم نور هستیم درسته ما ما نور هستیم لبخندمو ببینی ما نور جهانیم ولی این کافی نیست اینکه ما نور جهان هستیم لزوما باعث هدایت ما نمیشه درسته؟ نوری نوری که از من ساته میشه به بقیه میتابه نور ما اینطوریه ولی اون کلامش رو به ما داده تا راه ما رو روشن کنه پس با نور اون ما میتونیم حرکت کنیم میتونیم ببینیم پله ها کجا هستن تا زمین نخوریم میتونیم از مکانهای مورد نظرمون کاری که میخواییم و انجام بدیم جایی که میخواییم بریم کاری که نباید و نکنیم و از چیزهایی که باید فاصله بگیریم آگاه باشیم نباید اونجا برم باید از این فاصله بگیرم میتونم از اینجا آب بردارم و بخورم پس این چراغی که در دستم دارم همه چیز رو به من نشون میده کلام خدا هم برای من و شما دقیقا همین کارو میکنه بدون اون ما در تاریکی هستیم پس باید کلام خدا رو داشته باشیم خدا اونو برای همین به ما داده ممنون بچه ها میتونید چراغ رو روشن کنید متشکرم از بچه های رسانه بسیار ممنونم کارشون عالی انجام دادن بین چیزی که ما بهش اعتقاد داریم و چیزی که فکر میکنیم یه نبرد وجود داره واقعا وجود داره دشمن ذهن شما عقل شما و افکارتون رو میخواد اون افکارش رو تزریق میکنه خدا همیشه داره با ما صحبت میکنه ولی در عین حال دشمن هم داره سعی میکنه با ما حرف بزنه سعی میکنه که به افکار ما نفوذ کنه اون تمام سعی خودشو میکنه که حواس ما رو به چیزایی به جز چراغ و نوری که خدا به ما داده پرت کنه میخواد حواس ما رو به خیلی چیزهای دیگه پرت کنه داشتن چراغ برای ما یک نیازه یه نیاز مبرمه یک ضرورته چیزی نیست که بگیم اگه داشته باشیمش خوبه این این یه ضرورته که ما کلام خدا رو داشته باشیم کلامی که برای محافظت از ما فرستاده شده تا ما بتونیم با کمک اون زندگی کنیم تا از طریق اون تعلیم ببینیم میخوایم راجب مردی حرف بزنیم که احتمالا تا حالا اونو ندیدیم ولی شاید بدونید که اون کیه اسم اون جان سانگ هست اون در سال 1901 در چین متولد شد پدر اون و همچنین خواهر و برادراش مبشر بودند پدر اون از پیروان وفادار عیسی بود و باعث نجات عده زیادی شد جان همیشه همراه پدرش بود و و گاهی در بعضی از جلسات موعظه می کرد اون در سن کم ایمان آورد و تصمیم گرفت وارد دانشگاه بشه ای از اعضای کلیسا در چین پول جمع کردن و اونو به آمریکا فرستادن تا وارد دانشگاه بشه در سال 1920 این اتفاق افتاد پس اون بعد از گذروندن دبیرستان وارد دانشگاه شد و لیسانس فوق لیسانس و دکتراشو ظرف فقط پنج سال گرفت واقعا نابغه بود درست میگم؟ بعد از اینکه که دکتراشو گرفت یه احساسی از درونش بهش میگفت که برای خدمت خونده شده پس تصمیم گرفت بیشتر تعلیم ببینه در نتیجه رفت به یه مدرسه الهیات در نیویورک به نام انجمن مدرسه الهیات من که هیچ وقت دلم نمیخواست به اونجا برم اصلا دوست ندارم واقعا جدی میگم ولی یکی از دوستام دوست داشت بره اونجا از سال 1800 تأسیس شده حالا فکر کنید کسی که قبلا تعلیم دیده و خدا رو میشناسه و نابغه هم هست میره به این مدرسه و اونا بهش تعلیم میدن که خدا مرده الهیات اونا خیلی عجیب و غریبه این اتفاق در سال 1920 افتاد اونا بهش گفتن خدا مرده و اون گفت من گیت شدم من اومدم به آمریکا و دارم در مورد خدا تعلیم میگیرم و اینا به من میگن خدا مرده سمرات روح القدس مردن و کلی کلی چیزای دیگه اون یه جورایی گیت شده بود یه روز یه نفر دعوتش کرد که به یه جلسه بره و سخنرانی یه دختر چهارده ساله رو بشنوه اسمش اودیم اودرلی بود یه دختر چارده ساله با استعداد اون روز چارده هزار نفر برای شنیدن سخنرانی اون اومده بودن در اوایل سال 1920 خلاصه صحبت اون دختر رو میشنوه اون دختر داشته با هیجان در مورد صلیب به مسیح صحبت میکرده همچنین در مورد ایمان شادی و اینکه خدا واقعا کیست و ناگهان انگار قلب اون پر شد و شروع کرد به دعا کردن و میگه خداوندم میخوام به من نشون بدی که حقیقت واقعا چیه و یه جورایی شروع میکنه به نزدیک شدن به, به خدا و درهای قلبش رو به روی اون باز میکنه و و زجه میزنه و ناگهان تعمید روح القدس رو دریافت میکنه اون تعمید روح رو دریافت میکنه خودش که میگه احساس کردم یه سطل آب روی سرم خالی شد و یه سطل آب از من بیرون ریخته شد این تعریف خودشه پس تعمید میگیره و شروع میکنه به صحبت کردن به زبان ها و احساس شادی عمیقی میکنه برمیگرده به مدرسه ی الهیات و خیلی خیلی هیجان زده میره که به استادش بگه خدا نمرده خلاصه همه چی رو براشون تعریف میکنه ولی اونا اصلا هیجان زده نمیشن اصلا و این کاریه که اونا میکنن واقعا داستان غم انگیزیه اونو میندازن توی یه سلول به مدت 493 روز بیشتر از 6 ماه درسته 493 روز اون رو حبس میکنن البته با کتاب مقدسش خودش اینطور گفته که طی این مدت بیش از چهل بار کتاب مقدس رو خوندم البته حتما تنخانی میکرده آخه واسه کسی که ظرف پنج سال دکترا گرفته این اصلا کار سختی نمیتونه باشه پس چهل بار کلام رو میخونه و میگه بعد از بارها و بارها خوندن اون فهمیدم که حقیقته فهمیدم که راسته فهمیدم که خدا زنده است اینو فهمیدم درون اون, اون پر از روح القدس بود و در نهایت اونا آزادش کردن و اونم فوراً باشون خدافزی کرد اون میدونست که برای خدمت باید به چین برگرده به گفته خودش تمام مدارک تحصیلیش از جمله دکتراش رو توی راه پرد کرد توی دریا مدرک دکتراش رو دور انداخت و گفت من میخوام خدمت کنم این چیزیه که خدا از من میخواد اون رهبر کلیسا شد و مبشر بسیار بزرگی در تاریخ چین بود اون باعث نجات صد هزار انسان شد کارهای بسیار شگفت توسط اون انجام شده داستانهای زیادی به صفر رسیده از کورهایی که بینا شدن کرهایی که شنوا شدن روحهای پلیدی که اخراج شدن هر جایی که میرفت و موعظه کرد معجز رخ میداد و خدا مردم و نجات میداد اون در سن چهل و دو سالگی فوت کرد و باعث نجات صدها هزار انسان شد انسان بسیار بزرگی بود ولی یه چیزی که میخوام بهش توجه کنید اینه که وقتی اون کتاب مقدس و خون فهمید که راسته فهمید که واقعیته چرا قوه در درونش روشن شد و فهمید باید چیکار کار کنه و اینجاست که دشمن با قدرت وارد عمل میشه که حواس ما رو با دروغ های خودش پرت کنه اون سعی میکنه به درون ما نفوذ کنه و اگه به کلام خدا متکی نباشیم دروغاش باور خواهیم کرد اتفاقی که اغلب میفته میدونید یکی از کارهایی که برای ما انسان اهمیت داره آموزش به داشته حتی برای چیزهای بسیار ساده حتی در مورد شستن دستامون در دستشویی و خیلی کارهای ساده دیگه آموزش میبینیم و این جلوی بیماری رو میگیره ولی میدونید چیه مردم مردم 150 سال پیش این اطلاعاتو نداشتن و از بیماری های ناشی از آلودگی میمردن چون چون اونا نمیدونستن خیلی از مناطق آفریقا که ما توش کار میکردیم دقیقا همین جوری بود اونا نمیدونستن و در مورد علت مرگشون به یه سری خرافات اعتقاد داشتن این این واقعا دیوونگیه اونا هیچ اعتقادی به واقعیت ها ندارن اگه یه تیم بهداشت به اونجا بره تا بهشون بگه واقعیت چیه اینقدر باید بگن و بگن تا خرافاتی که از هزاران سال پیش در ذهن این آدم ها شکل گرفته از بین برن فقط در زمینه بهداشت ولی حتی من و شمایی که داریم در این دوره زندگی میکنیم هم افکاری از هزاران سال پیش داریم که از راه های مختلفی به ما رسیدن و بعضیاشون هیچ ارتباطی با واقعیت ندارن هیچ ارتباطی با حقیقت ندارن به خصوص اگر ارتباطی با این کتاب نداشته باشن این یکی از علتهایی که ما به کتاب مقدس نیاز داریم سخنان پسر خدا به شکل حروف قرمز، مشکی و سفید الان در دستان ماست ولی یکی از سخنانش بسیار تأثیر گذاره آه واقعا باور نکردنیه میگه من راه هستم راه نمیگه من یه راه هستم من راه هستم و حقیقت اون خود حقیقته و حیات اون تمام این چیز این همون همون نماینده بهشته همون همون خداست که داره اینا رو میگه داشتن این کتاب همه چیزو تغییر میده فقط با این کتاب ما, ما نیاز داریم بدونیم ایسا کیه چون اون همون راه و حقیقت و حیاته من به این نیاز دارم این کتاب تمامه, تمام حقایق و برای ما روشن میکنه و باید اینو بدونیم که احساسات اغلب اغلب وقتا دروغ میگن اینو میدونستی؟ احساسات اغلب دروغ میگن ولی در این حال خدا گاهی از احساسات ما استفاده میکنه پس احساسات همیشه هم دروغ نمیگن ولی چرا میگیم گاهی به خاطر همینه که ما به این کتاب شفافگر احتیاج داریم میدونید گاهی صبح که از خواب بیدار میشیم ممکنه احساس کنیم مسیحی نیستیم الان همچین تجربه داشتین من یه وقتایی بیدار میشم و میبینم مغزم اصلا کار نمیکنه اصلا کار نمیکنه نمیدونم چمه انگار اصلا نمیدونم یه نجاتی یافتم انگار شب یه اتفاقی افتاده شاید گاهی همچین احساسی داشته باشید شاید گاهی همچین حسی بکنید آیا این احساس واقعیه؟ دروغه از کجا میدونیم؟ از اول قرنتیان باب شش که میگه بدن شما معبد روح القدس است که در شماست رومیان هشت میگه همان روحی که عیسی را از مرگ برخیزان در درون ما زندگی می کند درسته؟ اگه کتاب رومیان رو بخونیم میبینیم که میگه من فرزند خانده یه خدا هستم خدا منو دوست داره من فرزند او هستم اون احساسی که در لحظه داریم لزوما احساس درستی نیست اگه من زندگیمو بر اساس اون احساس قرار بدم ممکنه وارد مسیر نادرستی بشم بنای اعتقادات بر اساس احساسات ممکنه ما رو به نقطه‌ای بسیار دور از حقیقت برسونه و گمراهمون کنه اگه فقط به احساسات تکیه کنیم ما باید به چیزی که خدا گفته تکیه کنیم و وقتی به یاد میاریم که خدا چی گفته احساساتمونم عوض میشه اینو میدونستیم؟ وقتی میخونید که اون در درون شما ساکنه و در شب زندگی نمیکنه و تا پایان از با ما خواهد بود به خودمون میگیم خب پس احساسی که من الان دارم کاملا دروغه و فقط میخوام حقیقت رو باور کنم اون در من ساکنه من الان زندم بخشیده شدم فرزند اون هستم پذیرفته شدم الان در پادشاهی اون هستم اسم من در کتاب حیات ثبت شده اون همیشه با منه من همیشه با خدا خواهم بود همین باعث میشه که احساسات ما تغییر کنه و به سوی حقیقت بره بر اساس چیزی که خدا در کلامش گفته داستان بشر و داستان عشق باور نکردنی خدا که سالهاست محفوظ مونده و به ما رسیده چیزیه که بهش میگیم کتاب مقدس این کتاب ترکیبی از تاریخ، تشویق، وعده ها، داستان ها، اشعار، نبوت ها، بسیر ها در قالب 783 هزار واژه است این بی نزیره. بی نذیره. بیش از 1500 ساله که نوشته شده چهل نویسنده مختلف به سه زبان مختلف اونو نوشتن و به شکلی موجز آساته قرنها محفوظ مونده در قرن چهارم توسط اشخاصی بزرگ به تایید رسید که یکی از اونا یه جورایی قهرمان من به حساب میاد این شخص شکنجه های بسیاری رو تحمل کرد اون یکی از افرادی بود که باید تصمیم میگرفت کدوم یکی از نسخه های کتاب مقدس باید تایید بشه و ایمان حقیقی مسیحی در کدوم نسخه وجود داره خب در کلیسای کاتولیک سردرگمی های زیادی وجود داشت در اون زمان و این آدم ها شکنج های زیادی رو تحمل کردن اونا کسایی بودن که به خاطر همین تصمیم گیری چشماشون درورده شد با میخ سوراخ شدن کتک خوردن و خیلی شکنجه های دیگر رو تحمل کردن ولی اونا به دعا ایستادن و گفتن تا کدوم یکی از اینا رو انتخاب کنیم آیا میخوای اینا رو با هم یکی کنیم تا کتاب مقدس تو شکل بگیره؟ باور نکردنی؟ اینجا کتاب مقدس در مورد خودش میگه دوم تیموتائوس سه شانزده میگه تمامی کتاب مقدس الهام خداست و برای تعلیم و تعدیب و اصلاح و تربیت در پارسایی سودمند است تا مرد خدا به کمال برای هر کار نیکو تجهیز گردد این کتاب برای این کتاب برای تعلیم ماست مزمور 119 آیه 160 میگه جمله کلام تو راستی است خیلی این آیه رو دوست دارم اعمال باب بیستم آیه مشابهی داره جمله کلام تو راستی است این یعنی شما نمیتونی از یه آیه به تنهایی تعلیم بگیری بلکه باید مجموع کلامو در نظر بگیری چیزی که در مجموع میگه میتونه مبنای اعتقادات ما رو تشکیل بده در هر موضوعی واضح صحبت کرده از لاویان تا سخنان عیسی همه چیز کاملا روشنه اینکه چی درسته و چی غلطه هیچ چیز مبهمی نیست خدا رو،, خدا رو برای این برکت شکر می کنیم در ارمیا پانزده شانزده یکی از های خداوند برای قوم اسرائیل رو می بینیم سخنانت یافت شد و آنها را خوردم خیلی جالبه سخنانت یافت شد و آنها را خوردم و کلامت شادی و لذت دل من گردید ای خداوند خدای متعال من به تو تعلق دارم من عاشق این نوع عاشق این نوع ادبیاتم که میگه کلامت را خوردم من باید اینطوری باید اینطوری کلام رو بخونیم میدونید وضعیت من و شما نتیجه یه چیزایی که میخوریم مثلا خود من عاشق عاشق همبرگرم و همینطور سیک ولی از وقتی ازدواج کردم همسرم سعی کرد منو کنترل کنه قبلا اصلا اهمیتی به غذای خوب و بد نمیدادم و یه عالم غذاهای ناسالم میخوردم ولی الان یه عالم سالات میخورم قبلا ازش متنفر بودم ولی الان دوستش دارم همین که از غذای بد فاصله گرفتم عالیه الان غذای بسیار سالمتری نسبت به گذشته میخورم و وضعیت من نتیجه چیزایی که میخورم وضعیت جسمانی میگم درسته؟ میزان سلامتی که دارم از نظر روحانی هم وضعیت شما نتیجه چیزی است که میخورید اینکه از لحاظ روحانی در چه وضعیتی هستید کاملا به این ربط داره که چطور روحتون رو تغذیه میکنید در واقع چشم برای روح حکم دهان برای جسم داره چشممون دهان روحانی ماست و ارمیا میگه سخنانت یافت شد و من آنها را خوردم یعنی با چشمام خوردمش و تبدیل به لذت و شادی در درون من شد این میتونه برای اینکه هر روز صبح کتاب مقدستون رو باز کنید و بخونید یه انگیزه بسیار قوی باشه وقتی کلام میخونید شما میخوریدش به اون به عنوان یک اولویت جالبه این آیه هم همینو میگه میگه این اولویت من است دقیقا همینو میگه پس خوندن اون باید اولویت شما باشه چشماتون اونو میخوره اون وارد روح شما میشه و اونو تغذیه میکنه و همین تبدیل به بخشی از شخصیت روحانی شما میشه چون این حقیقت و نور و حیاته واقعیت و این خیلی شگفت انگیزه میدونید سر تا سر کتاب مقدس از محبت میگه و میدونیم که خدا خود محبته و این یه دیدگاه عالیه دیدگاه محبت این در واقع به به نوعی یه نامه عاشقانه است دشمن نمیخواد شما اینو بخونید میدونستید کتاب مقدس پرفروشترین کتاب کل تاریخ بوده ترجمه های مختلفی داره ولی در کل پرفروشترین کتاب کل تاریخ هر سال همینطوره هر سال از وقتی که ثبت شده شاید از سال 1400 یا شاید از وقتی که به چاپ رسیده این کتاب پر از حیاته و امروز هم روی تلفنمون اونو داریم و هم به شکل کتاب این کلام حیاته و تشویقتون میکنم بخونیدش تشویقتون میکنم بخوریدش تشویقتون میکنم به عهد قدیم و جدید دقت کنید و در اونها تعمق کنید من شخصا وقتی میخوام کلام بخونم اغلب اینو میگم روح القدس میشه میشه این این کلام رو برای من روشن کنی مکاشفه کنی و به هم نشون بدی چی میخواد بگه تو تو عیسی رو برای من نمایان کن عیسی خودش گفت روح القدس همچین کاری رو میکنه و وقتی اینو میگید در این سفر پرماجرا قرق میشید و یه دفعه سر از یه نقطه دیگه در میارید با یه آیه شروع میکنید و بخشی از کلام رو میخونید و یه دفعه میبینید روح القدس از طریق همین آیات با شما حرف میزنه و شما رو به بخش دیگه از کلام هدایت میکنه ممکنه حتی شما رو به یه موضوع دیگه بکشونه این یه سفر با خداست کتاب مقدس مثل تخته شنا میمونه کلام خدا در واقع در واقع تخته شناست وقتی شروع به خوندنش میکنید شما رو به سوی ارتباط با خدا پرتاب میکنه شما رو به سخری که پر از حضور خداست پرتاب میکنه قرار نیست این کتاب بالاتر از خدا قرار بگیره بلکه سکوی پرتابه ما به سوی خداست و به ما این امکانو میده که شخصا اونو لمس کنید